یک بحران انسانی برای رسانه ها. سازمان آزادی مطبوعات این گونه سرکوبی خبرنگاران توسط اردوی میانمار را توضیح می دهد. کمیته حمایت از روزنامه نگاران مستقر در نیویورک می گوید در حال حاضر دست کم 32 نفر بازداشت شدند. این آمار در مقایسه با احصایه جهانی این گروه در ماه دسامبر از روزنامه نگاران زندانی که میانمار تنها یک مورد آن است جهش عظیمی داشته است. این وضعیت بدتر از چین است. این وضعیت بدتر از ترکیه است. این وضعیت از ایران بدتر است. این یک بحران جهانی آزادی مطبوعات است. صراحتاً میگویم تا اکنون در تمام سالهای کاریم در حوزه آزادی مطبوعات در جنوب شرق آسیا با چنین وضعی مواجه نشدم. رسانه‌های میانمار در گذشتن تحت حکومت غیرنظامی آن سان سو چی با بازداشت‌های روبرو شدند، اما از زمان و قدرت رسیدن اردو در ماه فوریه و بازداشت‌های رهبران طرفداران دموکراسی، اوضاع رسانه‌ها با گذشته قابل قیاس نیست. جواز رسانه‌ها لغو شده است و روزنامه‌نگاران بازداشت شدند. اغلب این افراد به اتهام تحریک یا اخبار دروغ توقیف شدند. بسیاری از آنها برای اجتناب از بازداشت شدن به کشورهای همسایه فرار کردند. از کودتای نظامی اول ماه فوریه ما شاهد وخامت فوق‌العاده‌ای در شرایط آزادی مطبوعات در آنجا بودیم و فقط با نگاهی به بازداشت روزنامه‌نگاران به تنهایی کاملا واضح به نظر می رسد که رژیم نظامی قصد دارد مطبوعات آزاد را به طور کلی از بین ببرد. در میان بازداشت شدگان دنی فنستر، روزنامه‌نگار آمریکایی نیز قرار دارد که بیش از 65 روز در بازداشت بسر می‌برد و از مراقبت‌های طبی به دلیل شیوع کرونا محروم است. فنستر یکی از 4 روزنامه‌نگار خارجی است که دستگیر شده است و به گفته کریسپین این بازداشت پیام وحشتناکی را ارسال می‌کند. این یک پیام بسیار قوی به همه رسانه‌های خارجی است که اگر نمایندگان خود را به کشور ما بفرستید ممکن است با رفتار مشابهی روبرو شوند. میانمار برخی از روزنامه‌نگاران و معترضان را آزاد کرد، اما برای کسانی که هنوز هم در بازداشت بسر می‌برند شرایط وخیم است و گزارش‌هایی از شکنجه و ازدحام بیش از حد وجود دارد. ناتانگ مانگ، روزنامه‌نگار آمریکایی، می‌گوید قبل از آزادی و اخراج وی مورد ضرب و شتم و آزار قرار گرفته است. در همین حال، لوید آستن، وزیر دفاع ایالات متحده، روز سه‌شنبه در سنگاپور خواستار آزادی بازداشت شدگان شده و گفت که امتناع ارتش میانمار از احترام به حق آزادی کاملا غیر قابل قبول است. شورای نظامی میانمار مستقیماً به پرسش‌های صدای آمریکا در مورد رفتار با بازداشت شدگان پاسخ نداده است، اما سخنگوی این شورا گفت که بازجویی از مظنونان مطابق به قوانین و مقررات صورت می‌گیرد. مایونگ میگوید آیندگی دموکراسی در خطر است. مردم هر روز در آنجا میمیرند. مبارزه برای حفظ دموکراسی و حقوق بشر وجود دارد. بنابراین من میخواهم به جامعه بین‌المللی بگویم همین حالا طرف درست را بگیرید. طرف بشریت باشید. ما برای بشریت میجنگیم. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران میگوید حکومت میانمار باید همه روزنامه‌نگاران بازداشت شده را آزاد کند و به سانسور و محدودسازی رسانه‌ها پایان دهد. این گروه حقوق بشری از جامعه بین‌المللی می‌خواهد که تحریم‌ها را بازنگری کرده و از کسانی که از سرکوب حکومت نظامی فرار کردند حمایت کند. سحر عظیمی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.